اگر احساس میکنید همه جا باربی میبینید، دوچار توهم نشده. این تب تند و فراگیر به بسیاری از جوامع سرایت کرده. مردم، خیابانها، کافی شاپها همه صورتی شدند. بعد از ماها زمین سازی در شبکه‌های مجازی، حالا فیلم باربی که یکی از پرسر و صدا ترین آثار چند سال اخیر محسوب میشه روی پرده سینما رفته. فیلمی که تنها 17 روز پس از آغاز پخش از مرز فروش 1 میلیارد دلار هم عبور کرد. داستان این فیلم دو جهان را نشان می‌دهد. یکی دنیای واقعی که مردها در آن صاحب قدرتند و دیگری دنیای باربی ها که در آن زنان حکمرانی می‌کنند. سازنده سعی کرده با این سناریو مشکلات نابرابری جنسیتی را به چالش بکشه. وقتی که تیزر تبلیغاتی این فیلم رو دیدم، فکر کردم که قراره با یک فیلم بامزه و پر از عروسک مواجه بشم. اما فیلم مضامینی از جامعه مدرن رو در خودش جا داده بود. بنابراین چیزهای زیادی وجود داشت که من رو به فکر فرو برد. این فقط یک فیلم زیبا نبود، بلکه برای من الهام بخش بود. اما باربی ها از کجا آمدند؟ این عروسک‌ها 64 سال پیش در آمریکا خلق شدند و در سالیان متمادی با انتقادات زیادی روبرو بودند، از جمله اینکه همیشه اندامی لاغر و کشیده داشتند. چهره، رنگ مو و ظاهر باربی شبیه مردم سفیدپوست بود و این عروسک بلوند و پلاستیکی تصویر بدنی غیر واقعی را به دختر بچه‌ها منتقل می‌کرد. البته شرکت تولید کننده باربی در پاسخ به انتقادات عروسک‌های رنگین پوست با اندام‌های متفاوت تولید کرد و بعدتر باربی‌های کمتوان جسمی و دارای سندروم دان هم به بازار عرضه شدند، یا حتی این باربی‌های باهجاب. اما با تمام این اوصاف، تصویر حک شده در ذهن آدم‌ها از باربی همان عروسک باربی اولیه است، یک زن جوان خوشبر و رو که قادر به انجام همه امور است. ما انتظارات زیادی از خودمون داریم، اینکه همه چیزها رو داشته باشیم، همه کارها رو بتونیم انجام بدیم و کامل باشیم. فکر میکنم غیر ممکنه. نمیدونم، شاید به این دلیل که بین نسل‌های مختلف فاصله افتاده. این تصور که باید در همه جا خوب باشی، دوست خوبی باشی و همسر خوبی باشی، این چیز زیادیه. فیلم باربی یک اثر کمدی و فانتزی محسوب می شود که در آن شخصیت اصلی به نوعی دچار بحران هویت شده و سعی دارد به سراغ کشف ماهیت خود و جهان پیرامونش برود. سازنده با مانور دادن روی مفاهیم مردسالاری و فمینیسم تصویری متفاوت از معضلات اجتماعی ترسیم کرده. البته افراد زیادی هم انتقادات پرشوری از این فیلم کردند. مثلا بن شاپیرو، نویسنده آمریکایی، در ویدیو یوتیوبی که بیش از 1 میلیون بازدید داشته، فیلم باربی را از نظر فنی بیکیفیت و از نظر محتوا تلاشی برای کشیدن دیوار بین زنان و مردان توصیف کرده. برای من موارد بسیار جالبی در مورد باربی به عنوان یک نماد فرهنگی وجود داشت. این فیلم مثل یک نوشیدنی مارگاریتایی تنده. چیزهای زیادی داخلش هست. خیلی خوشحالم که این فیلم باعث میشه به مسائلی فکر کنی که نمیدونستی بعد بهشون فکر میکردی. من میخواستم در این فیلم مردم رو بخندونم، ولی در این حال میخواستم مردم به صورت غیر منتظره ای به فکر فرو برن یا حتی گریه کنن. اکران این فیلم مانند بسیاری دیگر از فیلم‌ها در برخی از کشورها ممنوع شده. در ویتنام، مقامات دولتی این کشور اذعان داشتند که در یکی از سکانس‌های فیلم تمامیت ارضی این کشور نقض شده و از نمایش آن جلوگیری کردند. در ایالت پنجاب پاکستان هم اکران این فیلم ممنوع شد. مقامات پاکستان این فیلم را در تضاد با ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مردم می‌دانند. شایعات زیادی هم از ممنوعیت پخش فیلم باربی در عربستان سعودی شنیده شده بود که البته این فیلم در 10 اوت در سینماهای ریاض اکران شد. نمایش باربی در عربستان سعودی در حالی صورت گرفته که کشورهای مانند کویت پخش آن را ممنوع اعلام کردند و در لبنان نیز بحث درباره نمایش فیلم همچنان ادامه دارد. منتقدان در خاورمیانه از فیلم باربی به دلیل فمینیسم افراطی و به زیر کشیدن مردان و ارزش‌های سنتی خانواده انتقاد کردند.
محبوبیت فزاینده این فیلم باعث شده که عروسک‌های باربی فروش بیشتری کنند. اما سوالی که بی پاسخ مانده این است که آیا تأثیرات دراز مدت این فیلم به نابرابری جنسیتی دامن میزند یا آن را ترمیم میکند؟ بهنود نورپناه، لندن.